به نام یاد خدا، وقت شما بخیر. انوش نایاب هستم با چند خبر تازه از کانال آنتن پلاس. عزیزان بیننده، اگر تا هنوز عضو آنتن پلاس نشدید، حتما روی دکمه سابسکرایب یا مشترک کلیک کرده و آیکن زنگ رو روشن کنید. این کار برای شما اصلا هزینه ای ندارد. دست گلتان درد نکند. صدیق افغان توانسته است که با کمک ریاضیات بسیاری از مسائل سیاسی را پیش بینی کند. از جمله این موارد پیش بینی شده فروپاشی اتحاد شوروی است. البته بسیاری از پیش بینی های او نیز عملی شده است، اگرچه از طرف رسانه ها بارها به دروغگویی متهم شده، اما او خود را مبدع علم جدید از تلفیق ریاضی و فلسفه دانسته و آن را ریاضی فلسفی یا فلسفه ریاضیاتی نام نهاده است. برای همین منظور او در کابل مرکزی را به نام مرکز ریاضی فلسفی جهان ایجاد کرده است و خودش هم ریاست آن را بر عهده دارد. در سال 2013 اعلام شد که صدیق افغان از طرف مؤسسه به نام مرکز بین المللی زندگی نامه ها یا International Biographical Center با او عنوان فیلسوف جهان یا ریاضیدان را اعطا کرده و اینکه نام او در دایره المعروف تحت عنوان چی کسی و کیست ذکر شده است. اما متاسفانه طبق یک صفحه خبری که بالاتر از 700 هزار طرفدار دارد گفته شده است که خانم صدیق افغان به دلیل یک بیماری امروز شام وفات کرده است. عزیزان گرامی، اینکه این خبر چقدر حقیقت دارد مشخص نیست. روایت خود را حتما در بخش کامنت برای ما بنویسید. طالبان میگوید شرکت برق برشنا 627 میلیون دلار بدهی خود به کشورهای همسایه را پرداخت کرده است. سخنگوی شرکت برق برشنا تحت کنترل طالبان گفته که این شرکت بدهی های خود به کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران پرداخت کرده است. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا افزود که مبلغ این بدهی 627 میلیون دلار و مربوط به حکومت پیشین بوده است. او روز سه‌شنبه 17 دلو در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس بدهی حکومت پیشین را یکی از بزرگترین مشکلات حکومت طالبان خواند و گفت این بدهی ها به طور کامل به 4 کشور همسایه پرداخت شده است. با این حال سخنگوی طالبان در شرکت برق برشنا توضیح نداد که پولی که بابت این بدهی پرداخت شده است از کجا تامین شده است. مقام های طالبان در شرکت برق پیش از این نیز مدعی شده بودند که تمام بدهی های خارجی را تسویه کرده و هیچ بدهی ندارد. فرماندهی پلیس طالبان در کابل برای حسینی مزاری حکم جلب صادر کرد. پلیس طالبان در کابل حکم جلب سید حسینی مزاری، رئیس مرکز فرهنگی تبیان و از چهره های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد. این حکم بر اثر شکایت مردم به دلیل اظهارات او درباره موجودیت صدها فاحشه‌خانه و کلیسا در غرب کابل صادر شده است. اداره جرایم جنایی فرماندهی پلیس طالبان در کابل که تا ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 17 دلو در اوزه ششم امنیتی این گروه حاضر شود، در غیر آن حق شکایت ندارد. رئیس دفتر ریاست جمهوری قزاقستان به عنوان نخست وزیر جدید این کشور تعیین شد. قاسم جمار توکایوف رئیس جمهور قزاقستان، اولجاس بکتونوف رئیس دفتر خود را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرد. پارلمان تحت سلطه حزب حاکم امانت با این پیشنهاد موافقت کرده است. پکتونوف در گذشته 43 سال به عنوان رئیس سازمان مبارزه با فساد کار کرده است. او در اپریل 2023 به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری قزاقستان تعیین شد. در حمله به دادگاه در استانبول ترکیه دو مهاجم کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر داخلی ترکیه روز سه‌شنبه از حمله دو مهاجم مسلح به دادگاه در شهر استانبول خبر داد. با گفته علی یرلکایا در پای درگیری مهاجمان با نیروهای پلیس هر دو مهاجم از پا درآمدند و 6 نفر از جمله ماموران پلیس زخمی شدند. با گفته وزیر داخلی ترکیه یکی از مهاجمان زن بوده است. ترامپ خواستار مناظره انتخاباتی با بایدن شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا که تاکنون حاضر به مناظره انتخاباتی با رقبای هم حزبی خود نشده بود گفت می خواهد با جو بایدن مناظره کند. جو بایدن در واکنش به این درخواست گفت اگر من هم جای ترامپ بودم می خواستم مناظره کنیم، او بیکار است. دونالد ترامپ گفت او جو بایدن باید به خاطر صلح کشور مناظره کنند. او این اظهارات را روز دوشنبه در یک برنامه رادیویی بیان کرده است.
نیروی دریای جمهوری اسلامی میگوید با چین و روسیه روزمایش مشترک برگزار میکند. همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه میان آمریکا و نیروهای نیابتی تهران، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد یک روزمایش دریایی مشترک میان کشورهای ایران، روسیه و چین تا پایان سال جاری با هدف تامین امنیت منطقه برگزار می شود. وزارت تجارت طالبان می گوید در سال 2023 به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار از آسیای میانه واردات داشتیم. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که در سال 2023 به ارزش 1 میلیارد 381 میلیون دلار از آسیای میانه به افغانستان واردات داشته است. سخنگوی این وزارت اقلام وارداتی را شامل گندم، روغن، گاز مایع، کود کیمیایی، مواد ساختمانی و برق اعلام کرده است. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت طالبان روز سه‌شنبه 17 دلو در پیام ویدیویی گفت که در سال 2023 میلادی در حدود میلیون دلار از افغانستان به کشورهای آسیایی میانه صادرات صورت گرفته است. با گفته این مقام طالبان، صادرات افغانستان شامل میوه‌های تازه، میوه خشک، آب میوه‌های صنعتی، سنگ تالک، کچالو، پیاز و مواد طبیعی بوده است. وزیر صحت طالبان میگوید در 2 سال گذشته بیش از 300 مرکز درمانی در افغانستان ساخته شده است. وزیر صحت طالبان روز دوشنبه مدعی شد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 300 کلینیک و شفاخانه در سراسر افغانستان ساخته شده است. قلندر‌آباد گفته که این وزارت توانسته است فعالیت سازمان‌های صحی جهانی را با نیازهای صحی افغانستان هماهنگ کند. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز دوشنبه خبر آمار شفاخانه‌های جدید را در شبکه اکس گزارش داد. بنابر این گزارش، این مقام‌های طالبان گفت در 2 سال گذشته بیش از 300 شفاخانه در سراسر افغانستان ساخته شده است. اما تاکنون وزیر صحت طالبان اعلام نکرده که این شفاخانه در کجا و با چه هزینه‌ای ساخته شده است و چطور منابع مالی آن را فراهم کرده‌اند. جهان سپاس که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید. لطفا نظریات، پیشنهادات، انتقاداتتان را در بخش کامنت برای ما بنویسید و اگر تا هنوز در صفحه خبری ما رفیق نیستید، حتما روی تکمه فالو یا دنبال کلیک نمایید. با تشکر.